بسم الله الرحمن الرحیم. دو زلمه کریمی از مضمون بیولوژی در خدمت شمارم. امیدوارم که لباس عافیت به تن داشته باشیم. درس بیولوژی صنف دوم ما و شما انشاءالله از بخش اول، از مبحث اول آغاز میشه. اولین درسی که انشاءالله قرار با شما دنبال کنیم تحت عنوان Scientific Method. مطمئناً سوالات زیادی در ذهن شما از گذشته تا حال مطرح شده و برای به دست آوردن پاسخ به این سوالات گاهن شاید عطس زده باشیم، شاید وارد خرافات شده باشیم، شاید اصولات دیگر دنبال کرده باشیم. پس برای از اینکه یک جواب منطقی و حقیقت به حقیقت برسیم و جواب حقیقی یک سوال پیدا بکنیم، بهترین محلل و بهترین حلال مشکلات ما و شما Scientific Method یا متدهای علمیه. متدهای علمی دقیقاً 6 پله از یک زینر دنبال میکنه که این پله ها آغاز اینا طرح سوال و به تهیه راپور ختم میشه. پس متد های علمی یا روش های علمی دقیقاً مانند 6 پته یک زینه یه. طرح سوال basic point، بعد از طرح سوال مشاهده، بعد از مشاهده فرضیه سازی، بعد از فرضیه سازی تحلیل فرضیه، بعد از تحلیل فرضیه نتایج تحلیل فرضیه، بعد از آن تهیه راپور. از ابتدا شروع میکنیم با شما از نکته کلیدی طرح سوال. دانشمندا و محققین تا زمانی که در ذهن اینا کدام سوال خطور نمیکرد به دنبال به دست آوردن کدام اصل علمی نبودم. پس اولین و مهمترین مسئله طرح سواله و محققین طرح سوال با دو کلمه آغاز میکردند: چرا و چطور. طرح سوال ارزش والایی داره. البته به پهلوی طرح سوال تحقیق هم ارزش داره. سوالی که وجود داشته باشه دنبالی و نرمور تحقیق نکنیم پس ارزشمند نیه دیگه. بعد از طرح سوال سوال طرح کردیم. بعد از طرح سوال مشاهده. مشاهده دومین مرحله از Scientific Method یا متد علمیه. مشاهده تنها به معنای دیدن نیست. مشاهده در حقیقت لمس کردن، دیدن، شنیدن، بوی کردن، تمام این عواصر شامل شده میتونه. و دیدن یک رکن بسیار اساسیه. البته بعد از مشاهده مرحله بعدی فرضیه سازیه. یک سوال خطور کرد، او رفتیم تجربه کردیم، بعد از او یک نتایجی برای کار به دست آوردیم. نتایجی که از کار به دست آماده میگن فرضیه و با اساس نتایج ما میایم فرضیه سازی میکنیم. فرضیه ساخته شده بر اساس عدس و گمانه. بعد از فرضیه سازی تحلیل فرضیه. فرضیه ساختیم که در این مرحله، مرحله سوم فرضیه سازی، میتونه اشتباه باشه، میتونه درست باشه، میتونه افراد با ما هم عقیده باشه، میتونه افراد با ما هم عقیده نباشن. مرحله بعدی تحلیل میکنیم فرضیه که ساختیم بر اساس تجارب. و مرحله بعدی نتایج تحلیل فرضیه. در بحث نتایج تحلیل فرضیه، تجربه‌ای که از اینجا به دست آوردیم نتیجه نهایی رو به ثبت میرسانیم و بعد از اون تهیه راپور. راپوری که جور میکنیم باید دقیقاً هم کوتاه باشه و هم تمام سوالها رو بتونه پاسخ بده. سوالایی که در ذهن یک خواننده مطرح میشه باید بتونه راپور پاسخ بده. حالا با استفاده از همین Scientific Method میایم یک مسئله رو مطرح میکنیم. به ذهن ما خطور میکنه آیا آبی ایستاده و آبی که جاریه، آیا اردوی این آب با هم از لحاظ ارزش صحی یکسانم؟ آیا متفاوتم؟ یک سوال شد. سوال آمادیم طرح کردیم. در مرحله دوم مشاهده. در مرحله مشاهده میایم از اردو آب سمپل میگیریم، نمونه میگیریم، زیر میکروسکوپ میگذاریم. وقتی زیر میکروسکوپ گذاشتیم مشاهده میکنیم که در هر دوی ای آب چطور و چگونه و به چه تعداد میکروارگانیسم ها وجود داره. مرحله بعدی فرضیه سازی. فرضیه خود بر ای گمان باور میکنیم، بنا میکنیم که بله آبی که جاری باشه در اون میکروارگانیسم ها بسیار کمه و آبی که در اون ایستاده باشه، آب ایستاده در اون میکروارگانیسم ها بسیار زیاده.
تحلیل فرضیه، فرضیه رو تحلیل میکنیم. بله، نتیجه به دست آوردیم که آبی که اونجا ایستاده باشه در اون قسمت مایکروارگانیسم‌ها خیلی زیاده و برای صحت ما بالاخره امراض زیادی سبب شده میتونه، و آزمایش هم که کردیم نتیجه آزمایش هم همین شد. نتیجه تحلیل فرضیه اینه که ما نباید از آبی که کثیف باشه استفاده بکنیم، از آبی که ایستاده باشه از اون نباید استفاده بکنیم. و مرحله بعدی میایم راپور خور تهیه میکنیم. به تهیه راپور تمام مواردی که ما به دست آوردیم در اثنای کل همی تجربه او به ثبت میرسونیم، و در حقیقت مسئله که ما انجام دادیم کل همی ساینتیفیک متدر در نظر گرفته. مبحث اول در مورد آب ایستاده و آب جاری مطرح کردیم. سوال دوم رو هم دقیقاً می‌خوایم از رو ساینتیفیک متد دنبال بکنیم. آیا نباتات هم مانند انسان‌ها به اکسیژن نیاز دارن؟ اکسیژن منبع حیاته. آیا همون شکلی که انسان‌ها نیاز به اکسیژن دارن، آیا نباتات هم دارن؟ برای از اینکه ما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم، از ساینتیفیک متد استفاده می‌کنیم. یک برگ نبات رو می‌گیریم، داخل یک بوتل می‌گذاریم، سر بوتل بسته می‌کنیم. وقتی سر بوتل بسته کردیم، بعد از مدتی متوجه میشیم که گل پژمرده شده یا برگ پژمرده شده. پژمرده شدن یا به این معنیه که دقیقاً نباتات هم مثل انسان‌ها به اکسیژن نیاز دارن و اکسیژن منبع حیات اونها هم است. یا اگر یک برگ نبات بیایم چرب بکنیم با واسلین، وقتی اون چرب بکنیم، در حقیقت انسان‌ها روی جلد خود سوراخ‌های دارن که با استفاده از همین سوراخ‌ها عملیه اطراح صورت می‌گیره. یکی از روش‌های اطراح همینه. برگ‌ها هم دقیقاً مسامات روی جلد نا وجود داره، روی اسکین نا وجود داره، که اگر ما رو از اون بیایم واسلین چرب بکنیم، سیستم تنفسی از اینا قید میشه، بعد از مدت پژمرده میشه و رنگ از اینا زرد میشه. امیدوارم که از درس امروزی استفاده عظیمی ببریم. موفق و پیروز باشیم.